تراسی والا اون مشه مراشای الهد یعقوب کلیاتی از قوانین شبات ملخت معشوت کاری که تو هم با فکر و نیت هست و قانون میتعصق اصطلاحاتیست که در ارتباط با کار شبات متفاوت از سایر میسوت تورا به صورت معمول به کار میره. یکی ملخت معشوت هست، کاری که تو هم با فکر و نیته. یکی قانون میتعصقه، کسی که مشغول به یک کار مجازی بوده و ناخواسته کار ایسوری انجام شده. دابار شن و میتکوین هست، موضوع که اون نیتی براش نداشته، یعنی کار مجازی انجام میده که ممکنه همزمان کار ایسوری باشه انجام بشه. یا اصطلاح پسیقرشه که زیاد به کار بردیم، حالا اصل این کلمه پسیقرشه یعنی بریدن سرش. قدیما اسباب بازی بچه ها به خصوص مثلا سر خروس رو میبریدن و بچه ها باش بازی میکردن. بچه ای هست که مثلا روز شعبان مدام گریه میکنه، در واقع عروسکش رو میخواد، اگه قرار باشه سر خروس رو ببرن غیر ممکنه که نمیره و گرفتن جون حیوان در روز شعبان از سیون و کار ممنوع است. بسیق رشه بلا یامود. اینا اصطلاحات متفاوتی است که به صورت خاص در ارتباط با کار شعبان وجود داره که حالا که ازا هشم رسیم نستادن به اواخر حلاخای شعبان این چند تا اصطلاح هم توضیح داده میشه. یک، اینکه شویتا خود تعطیل کردن کار در روز شعبان، کار به اون سیون و کار ممنوعه و زیر مجواش میگیم، فرمان امر تورات نقدوش هست. همونطور که در تورا شموت کافکیمل یودبت فرماد و یوم هشوی ای تیشبوت و در روز هفتم تعطیل کن، به صورت فرمان امره. از اون طرف فرمان نهی هم داریم، لو تعسه کل ملاخا، هیچ کاری انجام نده. به خل آوسه با ملاخا، و هر کسی که انجام بده کاری رو در روز شبات، از یک طرف باطل کرده، زیر پا گذاشته فرمان امر تورات نقدوشا رو مبنی بر تعطیل کردن کار، و عدول کردم تو از فرمان نهی تورا که در تورات نقدوشا تو همون ده فرمان شموت کاف پاسویود فرماد لو تعسه کل ملاخا، هیچ کاری انجام نده. و این که میگیم حالا خیابه بر انجام دادن کاره، در زمانی که بتمیداش آباد بود، اگر فردی با میل و رغبت خودش به عمد میدونست امروز شعباته، میدونست این کار هم آسوره، اون کار رو انجام میداد. اگه شاهدی وجود نداشت خیام میشد به کاره، دور از جمعه مرگ نابینگام. و اگر شاهد وجود داشت و تا شاهد حداقل که بهش اختار کرده بودن، اختار همیشه لازمه که شاید فرد فراموش کرده، یادش رفته امروز شعباته، یا نمیدونه فلان کار مثلا نوشتن حمل و نقل کردن آسوره و هم میخواد، نیاز هست که حتما اختار بشه که مشخص بشه این کار سهویه یا عمدی. اگر دوتا شاهد وجود داشت بهش هم اختار شده بود، در چنین حالتی حکم سنگسار داشت. همونطور که تو خود تورات نقدوشا میبینیم در مورد مقوشش رسیم که بعد که به عمدی کار انجام میده که به امر خداوند سنگسار میشه. ولی اگر فردی به صورت سهوی کاری رو در شعبان انجام داد، یادش رفته امروز شعبان، کلید برق رو میزنه، تلویزیون روشن میکنه، رادیو روشن میکنه، هر کار دیگه، یعنی که میدونه شعباته اما نمیدونه که نمیشه به درخت آب داد، این کار انجام داد، چه کار سهوی بوده، در زمان آبادی بتاییم داشت خیاب بود که قربان خطات بیاره. وردوالیم آسوریم و از مواردی که ممنوعیت از جنبه شبوته، یعنی ایسورش ممنوعیت از ربانان هست دیگه، اون جریمه کارت یا سنگسار اینا رو نداره، اما هر کسی که از دست و اخوان بگذره میتونن اون رو ملقوط شلاق بزنن. و بر تفاوتی که با شلاق تورایی داره، کسی که از یک فرمان نهی تورا که تو هم با عمل هست بگذره برای جبران نداشته باشه، 39 ضربه شلاق داره. این حد اکثرش هست، چون که از نظر پزشکی بررسی میکردن که تحمل تا تحمل خوردن چند ضربه شلاق داره تا نمیره. بنابراین اگر میگفتم 20 تا ضربه شلاق، اونو به عددی که
قابل تقسیم به 3 باشه کاهشش میدن 18 ضربه میزدن. اما در مورد شلاقای ربانانی که اصلا مکد مردود گفته میشه، شلاقای تعدیبی و تربیتی است، اونجا محدودیتی نداره. بسته به نظر بدین و سلادیدی که وجود داره میتونه دفعه برای شنگ کنن 100 ضربه شلاق یا بیشتر کمتر. و وجود داره بعضی مواردی که آسور ترجیحاً کار انجام دادن، فقط با این حال شلاق اصلا زده نمیشه. آسور نکرده تورا مگر کاری که تو هم با فکر و نیته. بنابراین این کسی که انجام داد کار آسوری رو در شبات به روش غیر معمولش که در ایام هفته انجام میشه، با تغییری از تورا خیاب نشده مگر از ربانان خیابه. مثلا به عنوان مثال به صورت معمول افراد با دست راست یا با دست چپ می نویسن، اکثریت با دست راست دست هستن یا اقلیتی هم چپ دست هستن. اومد با پاش نوشت، با قلمو گرفته بین آرنجش نوشته، علمو بین دندوناش گرفته می نویسه. این روش غیر معموله. حالت معمول حتی 1% 1000 افراد هم این شکلی نمی نویسن. به همین خاطر اینجور روش غیر معمول انجام شده، ایسورش از تورایی به ایسور ربانان تنزل پیدا کرده و همینطور تمام نظر اینها در کارهای شبات. اگر نیت داشت که انجام بده کار مجازی رو و ناخواسته کار ایسوری انجام شد، مثلا که نیت داشته که آقا چاقوی افتاده رو زمین برداره، یا خم میشه حالا چاقوی قاشقه که رو زمین افتاده برداره، ناخواسته یه علفی همراه با اون کنده میشه، یا حتی مثلا سبزی است که قبلا بریده شده است میخواد یه تیکه از اونو ببره که استفاده بکنه، ناخواسته چیزی که وصله به زمین هم هست بریده شد، این میشه اصطلاحا بهش میگن متعصق، مشغول به یک کار دیگه ای بوده، هدف و نیت دیگه ای داشته، ناخواسته کاری سوء انجام شده. باز تاکید میکنیم ملک معشبه یا متعصق اینا که داریم میگیم اومد در مورد ایسور شبات، در مورد سایر ایسورهای دیگه مفهوم پیدا نمیکنه. مثلا نیت داشت غذا کاشری بخوره اما ناخواسته غذا غیر کاشر خورد، برای گناه کرده، ایسورش هم از توراست. اما این در مورد کار شعباته که چون تو تورا تاکید کرده ملخه معشابت، کاری که تو هم با فکر و نیت خاص است، و هم میخواد اگر نیت داشت که کار مجازی انجام بده و ناخواسته کار ایسور انجام شد، این میشه مستعصب و خیاب نیست. بعضی بزرگان هستن که میگن متعصب اصلا ایسور انجام نمیشه بلکه کاملا مجاز، پاتور و مطالق امره. بعضی ها میگن نه، فقط این حد است که کار اشتباه هست اما خیاب نشده. فرق تفاوت بین این دوتا میده این میشه که اگه بگی که آسور خیاب نشده، برای پس از اون کاره در روز شبا نمیشه استفاده کرد، تو اگه از کار آسوری که در شهر انجام شده قابل استفاده حتی برای دیگران هم نیست. اما اگه بگی بالکل مجازه، از اون کاری ایسوری که انجام شده قابل بهره برداری و استفاده هست. یه نکته دیگه هم که حالا در کنار این مفهوم پیدا میکنه، دوبار شنو میتگون هست، موردی که انسان نیت نداره. موارد مجازی که انجام شدن در روز شبات و در هنگام انجام دادن اونها امکان داره که انجام بشه به خاطر اونها کار ایسوری، شاید هم انجام نشه، یعنی 100% نیست، یه احتمال وجود داره که آرسو انجام بشه. اگر اون نیتی برای اون کار ایسور نداره مجاز که انجام بده. چجوری؟ به عنوان مثال روز شبات من تو حیات خونم نشستم اونجا، حالا نیازی که این صندلی یا میز رو جابجا کنم برم اون ورتر تو سایه باشه، نیت من جابجا کردن صندلیه که چون تو محیط خصوصی خونمه مجازه. حالا من وقتی که صندلی رو رو زمین میکشم، اگه اونجا سنگ فرش نباشه خاکی باشه، احتمال داره که یه شیاری رو زمین ایجاد بکنه، ممکنه هم هست ایجاد نکنه. بعد که من نیتی برای ایجاد شیار ندارم، مجازه که میز رو بکشم جابجا کنم ببرم اون طرف حیاط که مثلا سایه است. این در صورتی که ما مطمئن نیستیم که 100% این میزه شیار ایجاد میکنه، میشه داورش اینو میتکبه و بابت که ما نیت حلال و درست داریم مجازه. اما اگه مطمئن هستیم که به خاطر سنگینی میزه 100% بعد که میکشیمش تو زمین شیار ایجاد میکنه، شیار ایجاد کردن
سالت شخ زدنه، اونجا دیگه میشه پسیقرشه و آسوره. این تفاوت این دو حالته. اگر اون کار ایسور 100% انجام نمیشه، یعنی یه احتمال وجود داره 50%، 60%، 30%، 20% ممکن انجام بشه، ممکن انجام نشه، بعد که ما نیتون فقط کار مجاز هست، مجازه که کار مجازمون رو انجام بدیم. اما اگر نه 100% باشه آسوره. چیزی که فرمودن که میکشه انسان مثلا صندلی یا نیمکتی رو به شرط که نیت نداره که شیار ایجاد بکنه، همین قانون در مورد تخت یا صندلی نیمکتی که بزرگ هستن، با وجودی که احتمال بیشتری وجود داره که شیار ایجاد کنه، صندلی سبک ممکنه 30% شیار ایجاد کنه، صندلی که سنگینه، میز سنگین ممکنه 80% شیار ایجاد کنه، باز 100% نشده، مجازی که اون میز و یا صندلی رو باید که نیاز هست جابجا کنه. هستن که میگن که موردی که نیت نداره که دیگه گفتی پسیقرشه معصوم نمیشه، در مورد سایر ممنوعیت های تورا آسوره و فقط برای موضوع شباته که چون ملخت معشبه کار تو هم با فکر هست معاف از جریمه. و اصلا که میگن که نه، در مورد بعضی ایسورهای دیگه هم شاملش میشه، مثلا ایسور کیلعیم، دو نوع کاشن و اینا، یا کندن موی نازیر و نظر اینا. اما به صورت کلی تو اینجا چون بحثی تو گمارا بین ریبیشیما بر یا ریبیودا بر ایلای که های این حالت که گفتیم مل دوار شنومیت کهوین یا ملخا شنومیت کهوین مجاز یا نه، طبع نظر ریبیودا آسور میگیره، طبع نظر ریبیشیما مجاز میگیره. و به صورت کلی ما علاخار مطابق توی مورد نظری بیشیما میریم که گفتیم داور شنومیت کهوه، یعنی موضوعی که ما نیتمون کار مجاز هست و احتمال هست، احتمال 100% نیست، کمتر از اون هست، 20%، 30%، 50% احتمال داره که کاری سوی انجام بشه، مجازی که اونو در شباد انجام بدیم. بس ادامه داره که